نه بزرگ مردم ایران به استبداد دینی و رژیم ولایت فقیه و تحریم شعبده انتخابات آنها را در این روزها دنیا به چشم می‌بیند. خامنه‌ای می‌خواهد قیام سراسری علیه استبداد دینی را دعوای ساده یک کاندیدا جلوه بدهد که به شمارش آرا یا مقداری تقلب معترض است و غیر از این هرچه هست زیر سر استکبار جهانی و تروریست هاست. اما مسئله این است که جنگ بین جناح ها در شرایط اختناق فرصتی ایجاد کرده که مردم ایران دعوای اصلی را که همان آتش زیر خاکستر است در خیابان ها بارز کنند. حالا خوب معلوم می شود که چرا خامنه ای 4 ماه پیش در تهران به مخاطبان عراقی خود دستور بستن شهر اشرف را می داد. او می خواست با از میان برداشتن اشرف پیشاپیش در سرفصل تعیین کننده انتخابات برنده استراتژیکی تحولات بعدی و عوارض یک پایگی مطلقه رژیم و تهدید اصلی موجودیتش را خونسا کند، به خصوص که در همشکستن برچسب تروریستی در اروپا اشرف را در نظر خامنه‌ای به مراتب خطرناکتر کرده بود. اما پایداری پرشکوه 7 ساله در اشرف متامع ولی فقیه ارتجا را نقش براب کرد. خامنه‌ای به درستی حس کرده بود که اشرف نور امید و کانون استراتژیکی نبرد پایدار ملت ایران برای آزادی است. بنابراین با تمام قوا برای انهدام اشرف قبل از انتخابات بسیج کرد. اما شما برخواستید و کارزار بهار بزرگ ایران را شکوفا کردید. سلاح و محصول در مقابل یک دیکتاتوری وحشی و متحدانش نه فقط از بین نرفتند که مبارزه برای آزادی را شعله ور کردند. پایداری آنها پدیده نوینی در مبارزه برای کسب آزادی است که در آن فدا و صداقت و اعتقاد به برابری مولد قدرت انسان است. والموفون به عهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. خوشا وفا کنندگان هنگامی که عهد می‌بندند، خوشا شکیبایان به هنگام سختی و هنگامه کارزار، و خوشا اشرف که به قول انجیل بر صخره‌های حق بنا شده است. طوفان آمد و سیل جاری شد اما خانه فرو نریخت. سلام بر شما مجاهدان آزادی ستان اشرف که جهانی را مجذوب صدق و وفای خود کرده اید. آری آری
آزادی به شما گوش می کند. سرنوشت در پی شماست و آینده را کارزار شما می سازد. مردم ایران با جان و مال و عزیزان در داخل و خارج کشور به دفاع از شما برخواستند. در داخل ایران بسیاری به خاطر اشرف به زندان افتادند، مادرانمان دستگیر و شکنجه شدند، خانواده ها از گوشه و کنار ایران خود را به اشرف رساندند، اگرچه از دیدار اشرفی ها محرومشان کردند. زنان و مردان شجاعی که در زندان های اوین، گوهردشت، وکیل‌آباد، دستگیر، دیزل‌آباد، کارون، عادل‌آباد مقاومت می کنند، پیام های پشتیبانی و پشتگرمی فرستادند.